به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر، توجه کنید به مجموعه خبر این ساعت از نور. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آغاز دوباره تفتیش آرای نامزدان ریاست جمهوری. این روند پس از یک روز توقف دوباره آغاز شده است. افزایش اختلاف ها میان اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی. شماری از اعضای این تیم انتخاباتی میگویند که آقای احمدزی به آنان در مورد توافق با دکتر عبدالله عبدالله معلومات نمیدهد. و روز خونین برای فلسطین و رژیم اسرائیل. شمار شهدای فلسطینی از 400 نفر گذشت و تلفات ارتش رژیم اسرائیل نیز به 35 تن رسیده است. امروز یکشنبه 29 سرطان سال 1393 هجری خورشیدی که برابر می شود با 29 جولای سال 2014 میلادی. محمد سجاد یاسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روند تفتیش آرای نامزدان ریاست جمهوری که پس از چاشت دیروز متوقف شده بود، حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز دوباره آغاز شد. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند که پس از اختلاف نظر میان ناظران نامزدان ریاست جمهوری روی نشانی برگه‌های رأی که از سوی رأی دهندگان صورت گرفته، این روند متوقف شده بود. در همین حال مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند که از مجموعه 23000 صندوق رأی دهی بیش از 8000 آن به مرکز رسیده است. حفیظ الله سالنگی گزارش می‌دهد. پس از توافق میان دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا جان کری، تفتیش 100% آرا آغاز شد. اما با گذشت 4 روز این روند متوقف شد و پس از چاشت روز یک شنبه دوباره آغاز شد. گفته های وجود داشت که اختلاف نظر میان ناظران نامزدان ریاست جمهوری چگونگی باطل کردن آرا بوده است، اما کمیسیون انتخابات نبود یک طرز العمل برای باطل کردن آرا را سبب متوقف شدن روند تفتیش آرا می داند و می گوید که برای باطل کردن آرا باید یک طرز العمل ساخته شود. یک مورد دیگه باقی مانده که باید هر دو کاندیدا در موردش یک نظر داشته باشه و به تفاهم برسه، مسئله لایحه تفتیش چک لیست که در این رابطه البته انکشافات صورت گرفته و هر قدر زودتر که نهایی شود در حضور داشته رسانه ها، ناظرین، مشاهدین در رابطه با چک لیست تصمیم گرفته میشه توسط اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و مشخص ساخته میشه که کدام صندوق، کدام برگه، کدام رای با اعتبار شناخته شود و کدامش به اعتبار. با این حال کمیسیون انتخابات میگوید که از مجموعه 23000 صندوق رایدهی تا کنون 8680 صندوق رایدهی به این کمیسیون رسیده است و قرار است صندوق های رایدهی ولایت های پکتیکا، خوست، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا و پنجشیر به کابل برسد. مواد ولایت کنر، ننگرهار، البته با ولایت ننگرهار فرستاده شده و همچنان مواد ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر فردا باید به دفتر مرکزی انتقال داده شود. به اساس توافق به میان آمده باید تا کمتر از 3 هفته دیگر روند تفتیش 100% آرا به پایان برسد، اما دیده می شود که از سوی شمار کمی از صندوق ها تفتیش شده است و از سوی دیگر متوقف شدن روند تفتیش سبب کندی کار می شود. اکنون دیده شود که آیا روند تفتیش 100% آرا تا زمان تعیین شده آن به پایان خواهد رسید. پس از توافق میان دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، میان اعضای تیم تحول و تداوم اختلاف پیدا شده است. شماری از هواخواهان تیم تحول و تداوم از توافقی که به میان جیگری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته است آگاهی ندارند. این هواخواهان تیم تحول و تداوم از اشرف غنی احمدزی میخواهند که در مورد جزئیات این توافق معلومات بدهد. از سوی هم هواخواهان این تیم از چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی نگرانی دارند. شرح بشر از وثیق الله عظیمی.
شماری از اواخان تیم تحول و تداوم میگویند که بر بنیاد معامله بر سر یارای ملت توافقات روی تقسیم قدرت میان هر دو نامزد ریاست جمهوری صورت گرفته است. اواخان این تیم از توافقی که به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته است آگاهی ندارند. آنان از اشرف غنی احمدزی میخواهند که در مورد جزئیات این توافق معلومات بدهد. از سوی هم اواخان تیم تحول و تداوم از چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی نگرانی دارند. آنان تاکید میکنند که حمایتشان از تیم تحول و تداوم از روی طرح و برنامه ملی بود و نه طرحهایی که در حال حاضر در پشت درهای بسته صورت میگیرد. غداسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب له ترسره شویو توافقاتو څخه باندې یوونی اوړي خو تر اوسه پورې موږ په معلوماتي خلا کې یو او هره ورځ راز ګنګوسي اورو. موږ له ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي څخه په زغرده غوښتنه کوو چې د ترسره شویو توافقاتو په اړه خپلو پلویانو او په ټولیزه توګه ملت ته دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي. موږ د ملي وحدت د حکومت د اصطلاح او څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لرو او موږ ته د بوند کانفرانس په څیر د یو بل تحمیلي پروګرام نښې او نښانې ښکاري. ما یک موضوعی را با جدیت مطرح می سازیم که حمایت ما از تحول و تداوم از روی طرح و برنامه های ملی این تیم بوده که در جریان کمپاین با مردم شریک می ساخت، نه طرحهایی که در حال حاضر در پشت پرده مطرح می گردد، طوری که از رهبران تیم رقیب می شنویم که بر تشکیل حکومت ائتلافی تفاهم صورت گرفته و در نظر است که اختیارات مساوی با نخست وزیر به تیم رقیب تفویض خواهد شد و همچنان رهبری اپوزیسیون نیز با آن خواهد بود. اواخان تیم تحول و تداوم میگویند که باید هر کسی که برنده انتخابات از طریق آرای مردم شده به کرسی ریاست جمهوری برسد. در غیر آن اعتماد مردم به انتخابات و رونده های مردم سالاری کاهش خواهد یافت. دکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی به منظور دیدار از آسیب دیدگان حمله انتحاری به ولسوالی ارگونه ولایت پکتیکا سفر کرد. دکتر عبدالله عبدالله با بازماندگان این رویداد 5 میلیون افغانی کمک کرد و از حکومت و سرمایه داران کشور خواست که با آسیب دیدگان این رویداد همکاری کنند. در همین حال باشندگان ولسوالی ارگون از حکومت میخواهند که برای جلوگیری از وقوع چنین حملات باید بر تامین امنیت سرحدات کشور توجه جدی شود. سید نایل ابراهیمی با جزئیات بیشتر این خبر. دکتر عبدالله عبدالله با تمام نقاط افغانستان رفت و آمد داشت. سفرهایی که پر از شادی، شور و علعله بود. اما سفری و این بار رنگ و فضای دیگری دارد. نه شادی است و نه لبخند. او با شماری از بزرگان به منظور دیدار و غمشریکی به قربانیان حمله انتحاری به ولسوالی ارگونی ولایت پکتیکا سفر کرد. دکتر عبدالله عبدالله 5 میلیون افغانی به بازماندگان حمله خونین ارگون کمک کرد و نیز از حکومت و سرمایه‌داران کشور خواست که برای بهبود زندگی باشندگان این ولسوالی کمک کنند. موش دل تراغلی یو که ده ارگون ده خلکو سره پدغه غمیزه اخپل غم شریکی اخپل غم شریکو دا غم یوازه ده ارگون ده خلکو نو ده طول افغانستان غم و پا غورس پا طول افغانستان که ماتم و اوس هم خلق پده ماتم که کردی مش غشتل چرابشو دلتا او تاسو سرا یو سو دقیقی یو سو شیبی دا غم سر شریکو ده شهیدان روح تا دعا کوو او دو دوی بازماندگانو تا ده صبر او عجر غشتنی کوو. بزرگان و متنفذان ارگون میگویند که مردم این ولسوالی همه چیزشان را از دست دادند و در سخت ترین حالت زندگی قرار دارند. آنان از حکومت و نهادهای کمک دهنده میخواهند که با آسیب دیدگان این ولسوالی کمک کنند تا زندگیشان بهبود یابد. باشندگان ارگون نیز خطاب به حکومت میگویند که باید برای جلوگیری از وقوع چنین عملات امنیت مرزهای کشور تامین شود تا مخالفان رای ورود به کشور را نداشته باشند. ده دغه سرچینو ده ورکولو ده پاره ده افغانستان ده خلکو سر باید برسته وشی، مخصوصا ده سرحدی قوتونو سره، سرحدی خلکو سره. او دلته په خوا چې کوم سیستم او نظام موجود و ده قومونو په منځ که هاغه نظام بیرته ژوندی شي او ده خپل ده سرحدونو ده ساتنې ده پاره دوی خپل املا وتړي. نن دی ارگون ولسوالی سره د ټول افغانستان بیا خصوصا زموږ لوړپوړي چارواکي دلته زموږ سره په دې همدردۍ کې برخه اخلي،
مش خوشاله یو ملندویو شکریا دا کو په دې روز روزی مبارک میاشت کی چې تاسو دلته نن راغلاسته بیا خوشالی زارو. دا سی کورنۍ مونږ لرو چې 15 کسان شهیدان شوی دي، دا سی کورنۍ مونږ لرو چې څلور کسان شهیدان شوی دي، دا سی کسان مونږ لرو چې درې کسان په شهادت رسیدلی دي. نن چې وګوري دای ورګون چې وای ګوري تر دې په بوس وځي، شفاخانه نه لري، مکتب نه لري، روټ په دا دوه ډیر لاسکول کې سړک منظور شوای. نن پیژم شکایت نه کوم، تاسو ته بهتر معلوم ده چې څه معنی کړی دي. حمله انتیاری هفته گذشته در ولسوالی ارگون پکتیکا خونین ترین حمله خوانده می شود که در آن 90 نفر شهید شدند و حدود 100 نفر هم از زخم برداشتند. وقوع این رویداد با واکنش های سخت در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. مجلس سنا ضمن محکوم کردن حکومت به سیاست گنگ در قبال دشمنان مردم افغانستان میگویند که بنبست انتخاباتی در گسترش ناامنی ها در کشور تاثیرگذار بوده است. با گفته اعضای مجلس سنا، دشمنان مردم افغانستان با استفاده از بنبست انتخاباتی بیشترین ضربه را به پیکر ملت زدند. آنان از نیروهای امنیتی کشور میخواهند که به نگرانی ها در این زمینه ها نقطه پایان بگذارد. شرح بیشتر از حضرت محمدی. مخالفان مسلح دولت در سالهای اخیر به بهانه های متفاوتی از مردم افغانستان قربانی گرفتند. با آنکه در این مدت دست صلح‌خواهی مردم افغانستان به سمت مخالفان به منظور اشتراکشان در روند صلح و تامین ثبات در کشور دراز بوده است، اما دیده شده است که مخالفان مسلح همواره به خواستهای مشروع مردم افغانستان پاسخ منفی دادند. در این اواخر مخالفان مسلح حملات خود را بر مناطقی از کشور تشدید کردند، اما در اینجا در مجلس سنا در باره ناامنی‌های اخیر بحث می شود. اعضای این مجلس می گویند که بنبست انتخاباتی سبب شد تا این مخالفان ضربه زیادی به مردم افغانستان وارد کنند. اعضای مجلس سنا از نیروهای امنیتی می خواهند که به نگرانی‌ها در مورد ناامنی‌ها پایان دهند. دشمنان مردم افغانستان با استفاده از فضای خراب سیاسی کوشش می کنند که بیشتر وضعیت امنیتی را هم خراب بکند. لذا تقاضا می رود، مردم انتظار دارد از ارگان های امنیتی افغانستان که اینا با اتفاق هم با همکاری و هماهنگی یکدیگر کوشش بکند جلوی حملات مخالفین مسلح افغانستان را بگیرد و همیشه حالت تهاجمی خود را بالای ای نیروهای دهشت افغان حفظ بکند. ما بارها گفتیم که باید وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس عمومی امنیت ملی به جلسه حاضر شوند تا در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان، افزایش عملات تروریستان و خفاشان خوناشام باید به اعضای مجلس سنا توضیحات بدن که متاسفانه تا حال کسی در این مورد توجه نکرد، ولی ولسی جرگه دوباره اینا را خواستند. با شکستن بنبست انتخاباتی و توافق ارض و نامزد ریاست جمهوری بر سر ایجاد دولت وحدت ملی، ظاهرا حملات مخالفان مسلح دولت در شماری از ولایت‌ها بیشتر شده است. اعضای مجلس سنا از افزایش حملات مخالفان مسلح دولت نگرانی میکنند و میگویند که سیاست گنگ حکومت در قبال مخالفان مسلح سبب شده است تا نیروهای امنیتی نتوانند به خوبی در برابر آنان ایستادگی کنند. نرمیش نرم افزار حکومت در برابر طالبان و آزاد کردن طالبان از زندان، پیوستن آنها به صف مخالفین، عامل به میان آمدن حملات انتحاری در کشور شده که این پالیسی حکومت کاملا یک پالیسی نادرست بده و همیشه از پالیسی مصلحتی، از پالیسی سازشکارانه کار گرفته و باعث بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان شده و حکومت باید تجدید پالیسی بکنه. به یک شکل بسیار بی‌رحمانه و ظالمانه قطعا انسان‌هایی که از خوردن خون انسان، از خوردن خون مسلمان لذت میبرند، اینها بسیار جنایتکار وحشی هستند و این عمل انجام میتن. ان شاء الله تعالی که هیچ وقت هر استخبارات و هر دست کلانی که بیرون از این مرز در پشت عزیز و چی انسان‌های مزدوری که آله از این قرار گرفته، هیچ وقت خداوند متعال را نمیبخشه. این در حالی است که اخیرا معاون اول ریاست جمهوری از راهی زندانیان طالب از بازداشتگاه کشور مخالفت نشان داده است، مخالفتی که به گفته یگان پس از وقت بوده است. در پی حمله یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در ولایت هرات،
12 طالب کشته شدند. مسئولان امنیتی در هرات میگویند که این حمله شام دیروز در منطقه نیک ولسوالی اوبه هرات انجام شده است. شراق الکوزای فرمانده پلیس ولسوالی اوبه میگوید که طالبان کشته شده مربوط به گروه ملا غوث الدین، یکی از فرماندهان مشهور طالبان در مناطق میان بادغیس و هرات بودند. وی افزود که این افراد در ولسوالی اوبه مصروف سازماندهی حملات دهشت افغانی بودند که هدف حمله قرار گرفتند. بیش از 100 معتاد امروز از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر از زیر پل سوخته و نقاط دیگر شهر کابل جهت تداوی جمع آوری شدند. این معتادان غرض تداوی به شفاخانه 300 بستر جنگلک انتقال داده شدند. آنان برای 45 روز در این شفاخانه تحت تداوی قرار خواهند داشت. به گفته مسئولان تداوی مکمل یک معتاد مواد مخدر حدود 2 سال زمان نیاز دارد. خالد میرزایی گزارش می‌دهد. هرچند مواد مخدر پس از سلاح سازی در دنیا از نظر درآمد مقام نخست را دارد، اما این پدیده سالانه جان میلیون ها انسان را در سراسر جهان می گیرد. آمارها نشان می دهد که افغانستان سهم بزرگی در تولید مواد مخدر دنیا دارد. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر فقر، بیکاری، مهاجرت ها به کشورهای دیگر را از عوامل اعتیاد می دانند. آنان همچنان از افزایش مراکز تداوی معتادان در سراسر کشور خبر می دهند. در ولایات متعدد کشور 16 مرکز تداوی معتادین که هر کدام 20 بستر ظرفیت خواهد داشتن اعمار بکنیم. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه کشور می گویند که ظرف چند سال گذشته این وزارت در تبانی با سایر نهادها در مراکز تداوی معتادان به این کار پرداخته، اما همین که مریضان صحت یاب می شوند دوباره به اعتیاد روی می آورند. وزارت صحت می گوید که هرچند مراکز فعال در بیشتر نقاط کشور وجود دارد، اما نمی تواند درد را دوا کند. مسئولان وزارت صحت با انتقاد از نهادهای امنیتی می گویند که راه دسترسی به مواد آسان است و علت روی آوردن دوباره به اعتیاد هم همین است. 940,000 استفاده کننده است. در مجموع معتاد گفته نمیتونم استعمال کننده. که از جمله که شما گفتین خانم ها چه تعداد است؟ 110,000 خانم است. و 250,000 از این اطفال است. این معتادان با وجود اینکه از تصمیم قاطی خود برای ترک اعتیاد حرف میزنند و یگانه دلیل روی آوردن خود به اعتیاد را مشکلات زندگی مثل فقر و مهاجرت عنوان میکنند. پودر، تریاک، تمام چیز میزنند. خواست چی است از دیگه مردم؟ از دیگه مردم هم پیام و خواست میدم ایست که بیان خود تواباتی کنند، جور شوند، سالم شوند، بسر خانه زندگی شون برگردن، یک زندگی نوی آغاز کنند. به مردم مردم علامت نیست، پیام به دولت است که دولت باید همین کار کنه، مواد نمانه امیال در باقلی مردم بخیر نخواد باری سودا میشن. نام خدا 8 نفر در گردنم است، 2 تا بیوه 2 تا یتیم. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که این وزارت تنها مسئولیت آموزش حرفه به معتادان را دارد، نه پیدا کردن شغل را. حالا پرسش اینجاست که معتادان پس از تداوی خواهند توانست به زندگی عادی خود ادامه دهند در حالی که فقر و بیکاری آنان را رنج می دهد. و پس از افزایش نامنی های اخیر در ولسوالی شندنده هرات، ولسوال و فرمانده پلیس این ولسوالی از سمتش برکنار شده است. والی هرات می گوید که بسته شدن مکتب های دخترانه، حمله های پی در پی طالبان بر پاسگاه امنیتی در ولسوالی شندند سبب برکنار ولسوال آن شد. والی هرات ابراز امیدواری کرد که با معرفی شدن ولسوال و فرمانده جدید برای شندند وضعیت امنیتی در این ولسوالی بهتر شود. والی هرات روز یکشنبه در نشست خبری گفت که بسته شدن مکتب های دخترانه، حمله های پی در پی طالبان مسلح بر پاسگاه های امنیتی مشکلات جدی را به باشندگان شندند و مسئولان محلی ولایت هرات به بار آورده بود. او میگوید روز گذشته عبدالحمید نوری ولسوال شندند را از وظیفه‌اش برکنار کرده است و قرار است به زودی ولسوال جدیدی برای این ولسوالی تعیین شود. امروز قوماندان رئیس امنیت ملی ما در شندند مسائل مطلب را بررسی کنند که چی است.
و همچنان ما دیروز ولسوال شکل من برطرف کردیم و خاطر از اینکه مدیریت ضعیف داشت و ندانستیم و وقت زمانش ما را پوری درست کرده و کار درست کرده ما قریب انشاءالله یک کسی دیگه رو روان میکنیم و در مورد شکل تدابیر خود داریم که انشاءالله در یک هفته شما ندیم. در حال ولسوال شیندند هرات برکنار می شود که هفته گذشته محمد عیسی فرمانده پلیس این ولسوالی نیز از وظیفه‌اش برکنار شده بود. در همین حال مسئولان محلی در ولایت هرات از ادامه ناامنی‌ها و مسدود بودن مرکزهای آموزشی در شیندند هرات ابراز نگرانی میکنند. ریاست امور زنان هرات نیز بسته شدن مکتب‌های دخترانه در ولسوالی شیندند هرات را نگران کننده می‌خواند. خب این نگرانی ها خب جدا وجود دارد. اگر من امیدوار هستم که مسئولین امر بتوانند که برای رفع از این چالش ها و مشکلات اقدامات جدی بردارند. اگر روند همچنین پیش بره خب ما هر روز در گوشه کنار دروازه بروی یک اطفال معصوم خوب بسته ببینیم دروازه علم دانش خوب بعد فکر میکنم تمام تلاش هایی که ما در 12 سال اخیر کردیم باید رفته دل تصفیم. ولسوالی شیندند هرات یکی از ولسوالی های ناامن هرات به شمار میرود و طالبان مسلح در آن حضور گسترده ای دارند. در یک هفته گذشته چندین حمله شبانه پی در پی طالبان مسلح در این ولسوالی چندین نظامی و غیر نظامی را به کام مرگ برده است و چندین پاسگاه امنیتی از سوی طالبان به تاراج رفته است. و در خارج از کشور، روز یکشنبه همان گونه که برای ساکنان نوار غزه خونین ترین روز در 13 روز اخیر بود، مرگبارترین روز برای ارتش رژیم اسرائیل نیز بوده است. از شب گذشته تا کنون تمام غزه زیر آتش سنگین توپخانه، تانک ها و حملات هوایی رژیم اسرائیل قرار دارد. بیشتر این حملات به منطقه شجاعیت در شرق نوار غزه صورت گرفته است. منطقه شجاعیت در تمام طول شنبه شب و صبح روز یکشنبه هدف سنگین ترین حملات تانک های رژیم اسرائیل بوده است. با گفته مسئولان صحی در غزه، 50 نفر مشمول 17 کودک، 4 زن و 4 مرد بزرگسال در منطقه شجاعیه به شهادت رسیدند و نزدیک به 500 نفر زخمی شدند. اما برخی منابع دیگر میگویند که شمار شهدای منطقه شجاعیه به بیش از 100 نفر میرسد. در مجموع شمار شهدای 13 روز اخیر از مرز 400 نفر گذشته است. در همین حال 5 سرباز ارتش اسرائیل و 2 غیر نظامی در حملات راکتی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا حماس به هلاکت رسیدند و شمار دیگر زخمی شدند. همچنان 2 سرباز دیگر ارتش رژیم اسرائیل در شمال غزه کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. لوای عزالدین قسام صبح یکشنبه اعلام کرد که 14 سرباز اسرائیلی دیگر را در یک کمین در محله التفاح در منطقه شجاعیه نوار غزه کشته و چند تن دیگر را زخمی کرده است. مقام های حماس می گویند که شمار تلفات ارتش رژیم اسرائیل در 48 ساعت گذشته و پس از آغاز حملات زمینی به غزه از مرز 35 کشته و 150 زخمی گذشته است. با این حال هزاران تن از مخالفان حملات ارتش رژیم اسرائیل به غزه در بسیاری از شهرهای اروپا به خیابان ها آمدند و در اعتراض به کشتار غیر نظامیان فلسطینی تظاهرات کردند. تظاهرات هواداران فلسطینی ها در مناطق شمالی شهر پاریس فرانسه به درگیری با پلیس انجامید. بر اساس گزارش ها شمار از معترضان با پرتاب سنگ و نارنجک دستساز به مقابله با پلیس پرداختند. در برخی نقاط شهر نیز پرچم رژیم اسرائیل از سوی معترضان به آتش کشیده شد. همزمان در شهر بروکسل پایتخت بلژیک نیز حدود 2000 نفر با برپایی تظاهرات آرام خواستار توقف حملات ارتش رژیم اسرائیل به غزه شدند. مخالفان حملات اسرائیل در شهر ژنو در سوئیس نیز با حضور در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد خواستار اقدام برای متوقف کردن حملات به غزه شدند. و نیروهای داعش اقلیت مسیحی ساکن شهر موصل عراق را تهدید کردند که اگر دین خود را به اسلام تغییر ندهند یا جزیه نپردازند کشته خواهند شد. همین تهدید باعث شد که بسیاری از مسیحیان شهر موصل پا به فرار بگذارند و شهر را ترک کنند. گروه داعش در بیانیه گفته است که به مسیحیان آزادی انتخاب دادند که بین اسلام و پرداخت جزیه یکی را انتخاب کنند. شبه نظامیان شورشی داعش در عراق از حدود 1.5 ماه قبل توانستند کنترل شهر موصل
دومین شهر پرجمعیت عراق را به دست بگیرند. این بود مجموعه خبر این ساعت. بقیه وقتتان خوش. افطار خوش داشته باشید. خدا نگهدار.